سلام و عرض ادب حضور تمام بینندگان آراز نیوز تیوی. امروز با بخش دیگری از اخبار زاویه در خدمت شما عزیزان خواهم بود. سرخط خبرها. ثبت شهر لالجین همدان به عنوان شهر جهانی سفال. فارین پالیسی: خشک شدن دریاچه ارومیه بدبختی زیادی برای ایران دارد. مرخصی 7 روزه از زندان تبریز به آقای رسول رضوی، فعال ملی مدنی آذربایجانی. آغاز به کار کانون ترک پژوهی دانشگاه فرهنگیان قزوین. اخراج 25 کارگر از کارخانه فولاد قزوین. آزادی 25 فعال بازداشت شده در اردبیل. معرفی پرویز هادی به عنوان سومین کشتیگیر برتر سنگین وزن جهان. کشف بزرگترین گورستان تاریخی جهان در ترکیه. حمله ارتش ترکیه به مواضع تروریست‌های داعش و پیکاکا. انتقاد نماینده خوی از کمبود امکانات بیمارستانی در این شهرستان. مشروع خبرها. بر اساس اعلام شورای جهانی صنایع دستی، شهر لالجین همدان به عنوان شهر جهانی سفال به ثبت رسید. این شهر پس از تبریز دومین شهر آذربایجان جنوبی است که به عنوان شهر جهانی صنایع دستی انتخاب می شود. شهر لالجین تقریباً 20 هزار نفر جمعیت داشته و یکی از شهرهای شهرستان بهار در استان همدان می باشد. به گزارش مجله بین‌المللی فارین پالیسی، دریاچه ارومیه از سال 1970 تا کنون 88% کوچک شده است و سدسازی عامل اصلی این مسئله می باشد. همچنین آب‌های شوری که دریاچه ارومیه را فرا گرفته بیش از 2 برابر اندازه لوکسامبورگ است و امروزه این دریاچه بسیار شبیه به بیابان شده که توسط کشتی‌های فرسوده و لنگرگاه‌های ساحلی اشغال شده است. بر اساس گزارش این مجله اقتصادی سیاسی آمریکایی، کم شدن آب دریاچه ارومیه به صنعت گردشگری این منطقه آسیب جدی زده و باعث شده بسیاری از مردم این منطقه مهاجرت کنند. محل کسب درآمد مردم از سکنه خالی شده و اکنون این مناطق به محیط وحشتناکی تبدیل شده است. آقای رسول رضوی، زندانی سیاسی آذربایجانی در زندان مرکزی تبریز، روز 20 تیر ماه به مدت 7 روز به مرخصی اعزام شد. این فعال ترک آذربایجانی روز 21 آبان ماه 94 در جریان اعتراضات ضد نژاد پرستی آذربایجان علیه توهین صدا و سیمای ایران به ترک‌ها در شهر تبریز بازداشت شد و مسئولان قضایی پرونده قبلی وی را به اجرا گذاشته و او را به زندان انتقال دادند. گفته می شود علت مرخصی 7 روزه آقای رضوی رسیدگی ایشان به کارهای اداری پرونده می باشد. انجمن علم و فرهنگ دانشگاه فرهنگیان قزوین در راستای گسترش فرهنگ، زبان و ادبیات ترکی در ایران اقدام به ایجاد اولین کانون ترک پژوهی نموده است. آموزش زبان ترکی به علاقمندان و دوستداران آن، آشنایی ادبیات زبان ترکی، آشنایی با تاریخ و آداب و رسوم ترکان، بررسی و تحلیل آثار باستانی و سوغاتی‌های شهر ترک‌نشین ایران و بررسی جمعیت ترک‌ها در ایران و پراکندگی جغرافیایی آنها از اهداف و برنامه‌های این کانون اعلام شده است. 25 کارگر کارخانه فولاد قزوین به علت عدم تمدید قرارداد کار از کار اخراج شدند. ماه گذشته نیز 120 کارگر این واحد تولیدی اخراج شده بودند. به گفته این کارگران، آنها بیش از 9 ماه است که نتوانستند حقوق اضافه کاریشان را از کارخانه دریافت کنند. لازم به ذکر است، کارگران در ایران قربانی اقتصاد بیمار و ناسالم دولتی و همچنین تعامل کارفرمایان با ارگانهای دولتی ایران می شوند. روز جمعه 18 تیر ماه 95 بیش از 25 تن از فعالین ملی مدنی اردبیل که قصد داشتند در دامنه‌های کوه سابالان و در منطقه شیروان در رسته طبیعتگردی نمایند، توسط نیروهای اطلاعاتی انتظامی مشکین شهر بازداشت شدند. تمام فعالین دستگیر شدگان در دامنه کوه سابالان بعد از ساعتی بازداشت آزاد شدند. گفته می شود علت دستگیری این فعالین ارعاب و جلوگیری از اجتماع آنها بوده است. اتحادیه جهانی کشتی فهرست برترین‌های کشتی آزاد و فرنگی جهان در ماه گذشته میلادی را منتشر کرد که در آن نام پرویز هادی، کشتیگیر آذربایجانی نیز دیده می‌شود. آقای هادی به عنوان سومین کشتیگیر سنگین وزن جهان انتخاب شده است. لازم به توضیح است
طبق اعلام سرمربی تیم کشتی آزاد ایران قرار بود آقای پرویز هادی برای حضور در المپیک انتخاب شود که با تغییر ناگهانی موضع فدراسیون کشتی ایران فرد دیگری انتخاب گردید. آقای هادی در این خصوص اعلام کرد بعد از دیدار انتخابی المپیک و جریان‌های ناخوشایند انجام گرفته روحیه خوبی نداشتم و رفته رفته حالم بدتر می‌شد. پس از همین اتفاق بود که متوجه سیل عظیمی از حمایت‌های مردم آذربایجان شدم که بسیار امیدوارم کرد تا بتوانم حقم را بگیرم. گفته می‌شود دلیل تغییر نظر مسئولین ایران ابراز احساسات آقای هادی در یکی از بازی‌های جهانی به کشتیگیر پیروز جمهوری آذربایجان و پرچم این کشور می‌باشد. باستانشناسان ترک موفق به کشف حدود 80 قبر سنگی در جریان حفاری‌های قلعه اورفا واقع در جنوب شرق کشور ترکیه شدند و گمان می‌برند این بزرگترین گورستان تاریخی جهان باشد. تا کنون در این منطقه حدود 80 قبر پیدا شده است. در جریان این پروژه راه‌های جدیدی در این منطقه ساخته شده و شرایط برای تبدیل شدن این گورستان به یک جاذبه تاریخی مهیا شده است. باستانشناسان حدس می‌زنند این گورستان متعلق به اشرافزاده و اعضای خانواده سلطنتی پادشاه آبگار اودسا باشد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا و واحدهای توپخانه ارتش ترکیه شنبه شب گذشته سکوهای پرتاب موشک و خمپاره داعش در منطقه مرزی دابیک را هدف قرار دادند و طی این حملات 8 شبه نظامی داعش در این حمله ها کشته شدند. همچنین جنگنده‌های ترکیه مواضع پکاکا در استان حکاری در جنوب شرق ترکیه را مورد هدف قرار دادند که در نتیجه آن تعدادی از تروریست ها کشته یا زخمی شدند. تقی کبیری نماینده شهر خوی در مجلس با اشاره به حادثه اخیر آتش سوزی در روستای شریک این شهر گفت از 24 نفر حادثه دیده 13 نفر فوت شدند و 11 نفر نیز دچار مصدومیت شدند که مصدومان برای طی مراحل درمانی ابتدا به ارومیه و تبریز و چند روز بعد برای اقدامات بیشتر و تکمیل مراحل درمانی به تهران و اصفهان منتقل شدند که بعضی از این افراد دچار سوختگی شدید شدند. نماینده خوی همچنین تاکید کرد متاسفانه امکانات بیمارستانی در شهرستان خوی به حد کافی نیست که حتی یک اتاق مربوط به درمان مصدومان حادثه دیده ناشی از سوختگی داشته باشد. تا بخش دیگری از اخبار زاویه برای همه شما عزیزان آرزوی پیروزی و شادمانی دارم.